سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم برای بچه های دوازدهمی رشته تجربی فصل شیششون یعنی مقاطع مخروطی رو کار کنیم. این فصل تقریبا میشه گفت زیاد نکته خاصی نداره، ما بیشتر تمرکزمون رو درس نامه هست. حالا نمونه سوال تو این قسمت، ولی نمونه سوال های مهمی که پتانسیل اومدن دارن، حتی تو کنکورهای سال قبل بوده رو هم گذاشتیم که با هم دیگه کار کنیم. آقای شعبان‌علی هم به روال فصل قبلی در کنارمون هست، قرار تمرین‌ها رو برامون حل کنن. ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، میریم سراغ اولین درسنامه با آقای لشینی. خب بچه‌ها، درسنامه اولی که می‌خوایم بخونیم راجع به دوران و حالا شکل‌های فضایی تفکریه که اینجا گذاشته. درس اول کتاب راجع به اینجور چیزاست. این یه مقدار خلاقیت دانش آموز رو هم میخواد، ولی همه شکلایی که وجود داره رو ما گذاشتیم اینجا که اگه حالا به فرم جای خالی یا مثلا حالا توضیحی ازتون سوالی توی امتحان نهایی خواستن بتونید راحت حلش کنید. اولین چیز، ببین اصلا دورانهایی که ما میخونیم چیه؟ دوران پاره خط حول یه دونه خط. فرض کنید این انگشت من مثلا یه دونه پاره خطه، یا نه اصلا این یه دونه خط، این هم یه پاره خط کنارش. اینو میخوایم حول این دورانش بدیم ببینیم چی میشه. خب این دو حالت داره، یا با هم برخورد دارن یعنی چسبیده به همن، یا با فاصله. ولی چیزی که معلومه اینه که اینا به هم عمودن. اگه چسبیده به هم باشه و من اینو دورانش بدم حول این، چه شکلی پدید میاره؟ دایره. نگاه کنید، اینجا کشیدم یه خط، این بهش عموده، اینو دوران بدیم دایره میشه. حالا اگه با فاصله باشه و دورانش بدیم چی میشه؟ یه دایره تو خالی، من بهش میگم لاستیک. مثلا لاستیک ماشینی که مثلا داخلش خالیه، حالا حلقه، هر چیزی که دوست دارید میتونید اسمشو بذارید، با فاصله باشه پس میشه یه دایره تو خالی. که معمولا سوال اینه، مثلا میگه مساحتشو پیدا کن. شما مساحت دایره بزرگه رو پیدا میکنی، کوچیکه رو پیدا میکنی، از هم کمشو میکنی. حالا دوران دایره، نگاه کن، ما این سری میخوایم یه دونه محور داریم، این خط رو دورش دوران بدیم، این سری کج عمود نباشه. خب مثلا فرض کنید از این نقطه برخورد داره و ما میخوایم اینو دورانش بدیم. خب من اینو الان دورانش بدم حول این، اولا شکلی که به وجود میاد یه مخروط خواهد بود. نگاه کنید اینا، حالا اگه برخورد نداشته باشن، مثلا با فاصله باشه، من اینو دورانش بدم چی میشه؟ یه مخروطی میشه که اون قسمت بالاییش خالیه. اینا فیلماش توی سایتای مثل آپارات و اینا هم هست، مثلا شکلای حاصل از دوران. شما تو گوگل هم سرچ کنید میتونید بیارید، قشنگ سه بعدیش رو هم ببینید. حالا من سعی کردم با ابزارهایی که داریم تا جایی که ممکنه براتون توضیحش بدم. خب یکی دیگه میگن حالا این سری خط موازیش باشه. آقا این محور ماه، خب این کل محور ماه، موازیش، اینو میخوایم حالا دوران بدیم. خب من اینو دوران بدم یعنی دور این بچرخونم تو همین فاصله، شکلی که به وجود میاد چیه؟ نگاه کن، یه استوانه به وجود میاره که شما لازمه حالا سطح مقطعش رو بلد باشید، حجمش رو بلد باشید، این فرمولا رو هم لازم دارید. من فعلا نمیگم که قاطی نکنید، توی خود سوالا لازم شد آقای شعبان‌علی براتون توضیح میدن. بعدی دوران دایره حول قطرش. ببین ما دایره داریم، اینا دوران دایره حول قطرش. ببین مثلا ما یه دایره داریم، می‌خوایم اینو دوران بدیم. آقا من اینو وقتی دورانش میدم یعنی میچرخونمش، چی به وجود میاره؟ کره. دایره رو دوران بدید میشه کره. خب مثلا یه صفحه وسط وسط رو بگی دورانش بده، شکلی که به وجود میاد یه کره خواهد بود. دوران مستطیل، نگاه کنید اینجا با یه مقدارم پررنگ‌تر کشیدیمش. فرض کن من یه چنین صفحه مستطیلی دارم، اینو میخوام دوران بدم. الان تو اینجا مثلا تصور کن باز همون خط، مثلا یه مستطیل اینجاش به وجود اومده. خب مثلا این هم اون یکیش میشه دیگه، حالا این بالا و پایینش هم فرض کنید دوتا خط هست. خب اینو دوران بدی چی میشه؟ اولا یه دونه استوانه به وجود میاره دیگه. نگاه، یه استوانه به وجود میاره. یعنی اگه گفتم مثلا یه مستطیل و حول یکی از ضلعاش دوران دادیم چی به وجود میاد؟ میگه مستطیل. ببخشید، یه مستطیل و حول یکی از ضلعاش دوران دادیم چی به وجود میاد؟ میگه استوانه. خب بریم حالا سراغ این قسمت. این اصلا جزء تمرینای کتاب بوده، این جزء تمرینای کتاب بوده، خیلی هم نکته مهمیه. یه مثلث قائم الزاویه بهت میدن، میگن حول ضلع قائمش دورانش دادیم. نگاه کن
مثلا یه مثلث قائم الزاویه اینجا داریم، اینها این مثلث قائم الزاویه، خب اینها میگن حول یکی از ضلعهای قائمش دورانش دادیم. ببین مثلا فرض کنید اینجوری، این محور ماه، این اینجا قرار گرفته، این الان مثلث قائم الزاویه است، حول ضلع قائمش مثلا حول این دورانش دادیم، عملا چیزی که به وجود میاد چیه؟ مخلوط. حالا اگه مثلث قائم الزاویه مون رو حول وتر دوران بدیم چی میشه؟ بچه اگه حول وتر دورانش بدیم دو تا مخروط میشه، یه مخروط این طرفشه یه مخروط این طرفشه. حالا یه نکته هم بگم واسه کنکور به دردتون بخوره، این ارتفاعه رو اصلا چجوری میشه حساب کرد؟ یا مثلا اینا رو چجوری میشه حساب کرد؟ مثلا اگه من بگم آقا شعاع این تیکه و شعاع این تیکه چی میشه، ما چیکار کنیم؟ مثلا اندازه اینو بخوان یا اندازه اینو بخوان، هر کدومشو بخوان چجوری حساب کنیم؟ ما تو مثلث قائم الزاویه اگه مثلا اینجا 90 باشه، از اینجا ارتفاع بکشیم، مثلا فرض کنید اینجا آ باشه، اینجا بی باشه، اینجا ایکس باشه، اینجا هم سی باشه. خب یه چیزی که وجود داره اینه، همیشه ضرب دو تا ضلع قائم یعنی آ ضرب در بی با ایکس ضرب در سی برابره. یعنی تو اینجا میتونی مقدار شعاع رو به دست بیاری، اون کفه مخروطت نگاه کن بالاخره یه شعاعی داره دیگه، عملا با این کار میتونی شعاعش هم به دست بیاری. خیلی کاربردیه این چیزی که گفتیم، حتی تو فصل هندسه پایه‌تون هم از این سوال داشتی تو کنکور سراسری. خب یکی دیگه، زوزنقه قائم الزاویه. یه زوزنقه میدن که حالا یه ضلعش قائم الزاویه است، نه مثلا اینجوری، این مثلا یه زوزنقه قائم الزاویه است، اینجاش که آشور زدن، اینو اگه ما بیایم حول ضلع قائمش دوران بدیم چی به وجود میاره؟ این اگه من دوران بدم باز یه مخروط میشه، منتها نیا کن مخروطی که اون قسمت بالاش از بین رفته، قسمت بالای خودش رو نداره. یه نکته اضافه باز از هندسه بهتون یاد بدم چون به کارمون میاد، اگه دیدی و امتحان نهایی از این نکته استفاده کردن جا نخوری ها، ما بهت قبلا گفته بودیم. ببین بچه ها، ما گفتیم اینو دوران بدیم یه دونه چی به وجود میاره؟ مخروط. خب بیا من دورانش بدم، مثلا مخروط میشه اینجوری. حالا این مخروط رو بخوای مثلا حجمش رو حساب کنی نمیشه اینجوری حسابش کرد، اینو ادامه میدی تا بالا. چیزی که به وجود میاد وقتی ادامهش میدم تا بالا، یه مخروط بزرگ میشه یه مخروط کوچیک همون بالاش، تو باید بزرگه رو منه اون کوچیکه کنی که حجم کلش به دست بیاد. خب بعد یه رابطه تالس جزء به کل هم تو این برقراره. مثلا اگر اینجا آ باشه، اینجا بی باشه، اینجا سی باشه، اینجا دی، حالا ای بی سی دی گذاشتم دیگه، خب این توش جزء به کل برقراره، یعنی آ به کل این قسمت یعنی آ به اضافه بی میشه سی به دی، به میگن جزء به کل. خب مثلا چجوری سوال میدن؟ مثلا آقا میاد به من اینو نمیده، چون ما بخوایم مثلا این مخروطه رو حساب کنیم نیاز داریم ارتفاعش و قاعدش و همه چیزش رو داشته باشیم، مثلا سه تا از اینا رو میده یکیشو نمیده. مثال بزنم، مثلا این کارو میکنه، میگه آقا اینجا مثلا سه، اینجا دو، اینجا پنجه، اون چنده، اون بالای چنده. خب هر چیزی میتونه بده، مثلا سه نده، مثلا بیا یه عدد جدید بذاریم، مثلا بذاریم 7. خوبه، هر چیزی میتونه بده. خب من اون بالایی رو چجوری به دست میارم؟ اینجا رو میذارم x جزء به کل، یعنی x به کل این ارتفاعه میشه 2/5. طرف وسطه میکنید، معادله حل میکنید، xش رو به دست میارید، به همین راحتی. این توی یه سری سوالا به کار میاد، جزء تمرینای کتاب بوده، بهتره که اینجور چیزا هم بلد باشید. خب برش، آقا برش دادن، ما برش ها رو اینجا تقریبا میشه گفت سه بعدی کشیدیم با دو رنگ که خیلی راحت متوجه قضیه بشید. نگاه کن مثلا یه مکعبی داری، تو اینو میای از این قسمت مثلا موازی این قاعده هایی که داره برشش میدی. خب اینو برشش بدی چی به وجود میاد؟ وسطش باز یه مربعه. یا مثلا کج برشش میدی، یا مثلا نگاه کن اینجا رو، این وری الان باز برشش دادم، اگه نگاه کنید اون قسمتی که برش خورده با یه رنگ دیگه کشیدم که هاشم متوجهش بشید. حالا یه کره،
کره رو بخوام کات بدم. خب کره رو بخوام اینجوری مثلا ببرم چی میشه؟ کره رو اینجوری میبرید، نگاه کن یه دونه دایره به وجود میاره. یا مثلا استوانه، استوانه رو حواست باشه موازی قاعده هاشی یا عمود بر قاعده هاش برش میدی. اگر موازی قاعده هاش برش بدی یه دایره به وجود میاد دقیقاً از اون مقطعهای بالا و پایینش. اگه عمود برش بدید یه مستطیل به وجود میاد. خب این کل درسنامه این قسمت بود که حالا من میخواستم بهتون بگم. یه چند تا سوال داره که آقای شعبان‌علی زحمت میکشه برامون حلش میکنه. خب آقای شعبان‌علی خدمت شما. خب بریم بچه‌ها با هم دیگه سراغ تمرین شماره 1. به من گفته امتداد پاره خط آب بر خط العموده. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها من یه خط الی دارم، امتداد پاره خط آب بر خود ال عموده. پس ببین آب نچسبیده به ال، یه فاصله ای داره. اینجا آب منه، این نقطه آ، این نقطه بی. حالا سوال بهم چی گفته؟ گفته اگر نقاط آ و ب از خط ال به فاصله 3 و 5 باشه. یعنی بچه ها این فاصله 3، این فاصله 5. گفته از دوران آب حول ال چه مساحتی رو ایجاد میکنیم. ما یاد گرفتیم اگر یه خطی داشته باشیم یه خط عمود در اون رو دوران بدیم یه دایره میشه. پس ببین اصطلاحا میتونم بهت بگم که آقا انگار یه آب هم اینور داریم که اینا رو میتونیم به همین جوری بچسبونیم. درسته؟ دقیقا همون چیزی که آقای لشینی بهمون گفت. گفتش آقا اگر این پاره خط شما از خط التون یه فاصله ای داره انگار یه دایره یه تو خالیه. بچه ها این قسمت رو نگاه کنید، این قسمت تو خالیه ها، هیچی نداریم. پس من اگر بخوام مساحت این تیکه رو برات به دست بیارم باید چی بگم؟ باید بهت بگم آقا ما دوتا دایره انگار داریم، مساحت دایره بزرگش کشوهایش 5 منهای مساحت دایره کوچیکی کشوهایش 3. پس میگم مساحت شکل من به این صورت میشه، مساحت دایره بزرگه میشه پی آر 2، آرش بود 5، یعنی پی ضرب در 5 به توان 2 منهای پی آر کوچیک به توان 2 یعنی 3 به توان 2. بچه ها از اینجا میتونم بگم 25 تا پی منهای 9 تا پی جواب برابر میشه با 16 تا پی. یعنی مساحت این شکلی که براتون هاشور زدم دقیقا میشه 16 پی. این از سوال اول. بریم با هم دیگه جلوتر. تمرین شماره 2 به من چی میگه؟ گفته یک سوزنقه قائم الزاویه به قاعده های 2 و 5 و ساق قائم 3 واحد را حول ساق قائمش دوران میدیم. حجم حاصل از این دوران چی میشه؟ ببینید بچه ها باز ما یه خط الی میکشیم، شکلی که بخوام برات بکشم دقیقا به این صورت. ما یه زوزنقه داریم، اینجا 2ه، اینجا 5ه، اینجا 3. درست میگم یه نه؟ ما یاد گرفتیم الان اگر من بخوام اینو دورانش بدم انگار یه همچین شکلی هم اینجا میفته که بازم اینجاش 2ه، اینجا 5ه. حالا بچه ها همین الان آقای لشینی بهمون گفت آقا ما اگر اینو امتدادش بدیم انگار یه مخروطی داریم که اون بالا سریه نیست. حالا چند تا دیدگاه داریم. بچه ها توی یه کتاب درسی براتون مربع مربع کشیده این ارتفاع رو بگه. اگر یه درصد نگفت همین الان یه فرموله خیلی قشنگ یاد گرفتیم، یه رابطه یه جزء به کل یاد گرفتیم. من ارتفاع این بالا رو میگیرمش x، یه جزء به کل تالس مینویسم، میگم x به روی کلش یعنی x به علاوه 3 برابر میشه با 2 به 5. درست؟ بریم اینجا یه طرف این وسط این ساده میکنم، میگم 5x برابر میشه با 2x به علاوه 6. از اینجا 3x من برابر 6ه، پس x مون برابر میشه با عدد 2. یعنی بچه ها من یه مخروط دارم، یه مخروط بزرگ دارم و یه مخروط کوچولو. ارتفاع مخروط کوچولوه 2ه، ارتفاع بزرگم که 5ه. پس من میگم حجم مخروط بزرگ من برابر میشه با، حجم مخروطو میدونیم، برابر میشه با 1/3 پی آر 2 یعنی 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاعش. بچه ها آر مخروط بزرگه دقیقا میشه این 5ه. پس میگم
یک سوم پی ضرب در 5 بتواند و ضرب در ارتفاعش. دو تا بالا بود، سه تا پایین، پس اینم بازم میشه 5. پس ما خیلی راحت میتونیم ادعا بکنیم میشه 125 پی سوم. این اولیش. بریم جلوتر. ما یه مخروط کوچکم داریم، یعنی این مخروط بالاییه. اینها این. خب اینا من چی میگم؟ میگم آقا بازم حجم این مخروط برابر میشه با یک سوم پی آرش به توان دو. آر این دقیقا این فاصله است که خود سوال گفته دو. دو به توان دو، ارتفاعش هم دقیقا شده بود دو. یعنی بچه من اینجا رو میتونم بگم برابر میشه با 8 پی سوم. حالا من حجم این شکله رو میخوام دیگه. ببین من حجم این تیکه رو میخوام. پس کافیه چی بگم؟ کافیه بگم این دوتا باید از همدیگه کم بشه. پس حجم شکلی که ما میخوایم برابر میشه با 125 پی سوم منهای 8 پی سوم. بچه ها 125 منهای 8 بشه میشه چقدر؟ میشه 117 تا پی تقسیم بر 3. این دقیقا میشه حجم شکل. اوکیه؟ بریم جلوتر ببینیم اوضاع از چه قراره. آها، یکی دیگه از تمرینای خوب کتاب درسی. بچه‌ها به من گفته مربعی به ضلع 3 واحد مطابق شکل در فاصله 2 واحد از خط از یک خط راست قرار داره. گفته حجم شکل حاصل از دوران این مربع حول محور داده شده، یعنی این آقای ال چی میشه؟ بچه‌ها خوب گوش بدین، ما یاد گرفتیم اگر مربع یا مستطیل رو دورانش بدیم میشه استواره. حالا این مربع من یه فاصله ای داره، تمرین کتاب درسی هم دقیقا ازش داریم. خوب گوش بده بهم. من چی کار میکنم؟ من میگم آقا یه لحظه فرض میکنم این شکلی که من دارم یه مستطیله، اینا رو به هم میچسبونه، انگار من یه مستطیل دارم. بچه ها من تو مرحله اول میخوام این مستطیله رو دورانش بدم، درست؟ من یه مستطیل دارم، اینجا 3، اینجا چنده؟ اینجا 5. خب اگر اینو دورانش بدیم میشه یه استوانه دیگه، درسته؟ میشه یه استوانه. حالا من چی میگم؟ میگم آقا پس حجم اولمو به دست میارم، حجم بزرگر رو به دست میارم. بچه ها استوانه ای که من دارم حجمش میشه پی آر دو ضرب در ارتفاعش. آرش میشه 5، ارتفاعش هم که برابر 3. پس من میگم پی آرش میشه 5 به توان دو ضرب در 3، درسته؟ 5 به توان دو میشه 25 ضرب در 3 میشه 75 تا پی. این از این، درسته؟ بریم با هم دیگه سراغ مطلب بعدیش. ما اینو حساب کردیم. حالا واسه این که دیگه اشتباه نکنیم من اینا رو پاک کنم. حالا چی میخوام بهت بگم؟ بچه ها این یه تیکه رو قبول دارید تو خالیه؟ آره یا نه؟ میخوام این تیکه تو خالیه رو الان دورانش بدم. خب این تیکه ای هم که تو خالیه خودش میشه یه مستطیل که بازم ارتفاعش 3، عرضی 3، طولش هم مثلا 2، درسته؟ ابعادش 3 و 2. حالا من اگر اینو دوران بدم یه همچین چیزی اینجا میشه، یعنی یه استوانه اینجا ایجاد میشه، ارتفاع استوانه 3 و شعاع قاعدمون هم برابر چنده؟ برابر 2. پس من میگم حالا حجم شکل توخالی ما برابر میشه بازم پی آرش برابر 2، یعنی 2 به توان 2 ضرب در 3، یعنی ارتفاعش، یعنی 4 ضرب در 3 که میشه 12 تا پی. پس بازم میتونیم ادعا بکنیم حجم شکل من برابر میشه با 75 تا پی منهای 12 تا پی که برابر میشه با 63 تا پی، درسته؟ این دقیقا میشه حجم شکلی که ما داریم. بریم جلوتر ببینیم تمرین بعدی بهمون چی میگه. بچه تمرین شماره 4 گفته در برخورد یک صفحه با یک کره. پس من چی دارم؟ من یک کره دارم، این کره منه. حالا گفته بیشترین سطح مقطعی که پدید میاد 9 پیه. حجم کره رو به من بگو. بچه ها من این کره رو قراره هی برش بزنم، نگاه کن، من قراره انگار هی اینو برشش بزنم. میبینی هی داره سطح مقطع من بزرگتر میشه، بزرگتر میشه تا یه جایی، از اونجا به بعدش هی داره کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه. بچه ها بیشترین سطح مقطعی که پدید میاد دقیقاً زمانیه که ما از وسط اینو برش بدیم.
کلن پاک شد. زمانیه که دقیقا از وسط برش بدیم. وقتی از وسط برش میدیم نگاهش میکنیم یه دایره است. ببین انگار یه توپ پلاستیکی رو میخوای ببری نگاهش کنی، یه دایره میبینی. وقتی ما از وسط برش میدیم قطعاً شعاع دایره‌ای که ایجاد میشه با شعاع کرمون دقیقاً برابره. درسته؟ من اینجا رو میذارم آر. سطح مقطعمون یه دایره است دیگه. گفته مساحت شده 9 پی. مساحت این دایره، ببین مساحت دایره‌مون برابر میشه با پی آر 2 شده 9 تا پی. از اینجا قطعاً آر من برابر 3. درسته، پیا با هم میره، آر که منفی هم نمیتونه باشه. حالا حجم کره رو از من میخواد. بچه ها حجم کره چی میشه؟ میشه 4/3 پی آر 3. درسته؟ اینجا میگیم 4/3 پی ضرب در آرمون چنده؟ آرمون 3 به توان 3. توان 3 رو با این میزنم، یه دونه توان 2 میمونه، 3 به توان 2 9 ضرب در 4 میشه 36 تا پی. اگر یه درصدم بهمون میگفت حجم کره رو به دست بیار، فرموله میگفت مساحت کره رو به دست بیار، مساحت کره میشه 4 تا پی آر 2. انگار کافی از این یه مشتق بگیریم میشه 4 تا پی آر 2. بچا تمرینای اول تموم شد، میریم با هم دیگه سراغ درسنامه جدید و آیلشین. خدمت شما. ممنونم، دست شما درد نکنه. خب بچه ها قسمت بعدی که میخوایم بخونیم راجع به بیضیه. خب ببینیم اصلا بیضی چی میشه، یعنی این قسمت کلا میخوایم راجع به بیضی بخونیم، اصلا بیضی چیه، چجوریه، اطلاعاتی که لازم داریم چیه. قبل از این که این چیزی که اینجاست رو من بگم، همین پایین یه تیکه صفحه سفید داریم، از همین استفاده میکنیم. من اول میخوام اصلا یه توضیحاتی راجع به بیضی بدم. ببین اصلا بیضی چیست؟ میشه مجموعه نقاطی که جمع فاصلش از دو تا کانون یه مقدار ثابتی باشه. مثلا ببین ما دو تا کانون داریم، پس بیضی هم میشه دو تا کانون داره. من اسمشو میذارم F و F فیلم. همه نقاطی که مجموع فاصلش از این دو نقطه ثابته میشه بیضی. حالا یا اینوریه که مثلا بهش میگم بیضی افقی، یا این کانونا این طرفی قرار میگیرم و بیضیمون به فرم قائم میشه. الان هر نقطه ای که من اینجا در نظر بگیرم، هر نقطه ای مثلا یه نقطه M، جمع فاصلش از این و این یه مقدار ثابته. حالا در ادامه میخونیم اون مقدار ثابته چیه. پس میگیم بیضی مجموع نقاطیه که از دو تا کانون فاصلش ثابته. حالا این از این، هر نقطه میتونه باشه، این هر جایی میتونه باشه. حالا یه چیز دیگه، آقا توی این بیضی من اگه بخوام فاصله دو تا کانون رو به دست بیارم، فاصله دو کانون رو بهش میگن فاصله کانونی. خب FF میشه 2C. یعنی مثلا اگه اینجا مرکز بیضی من باشه، از اینجا تا اینجا یه سیه، از اینجا تا اینجا هم یه سیه، در مجموع میشه 2C. حالا اگه بیام اینو ادامه بدم، زیاد شلوغش نکنیم شکلو، اگه اینو ادامه بدم، اینو اینجوری مثلا بیارم تا ته و اسم اینجا رو بذارم آ و آ پریم، این فاصله رو میگن قطر بزرگ بیضی. قطر بزرگ بیضی یعنی آ آ پریم میشه 2A، و این فاصله یعنی از مرکزش بیام اینوری ادامه بدم به ب پریم، این چی میشه؟ میشه قطر کوچیک. پس ب ب پریم میشه قطر کوچیک که میشه 2B. پس قطر بزرگ 2A، قطر کوچیک 2B، فاصله کانونی 2C. اون مقدار ثابته هم که اولش گفتم، یعنی گفتم MF به اضافه MF فیلم یه مقدار ثابته، این مقدار ثابته هم 2A، یعنی اندازه قطر بزرگ. بعد توی این همیشه سری روابط برقراره. مثلا آقا اولین چیزی که برقراره اینه A2 میشه B2 به اضافه C2، فیثاغورس توش برقراره. A2 مساوی است با B2 به اضافه C2. اگه مرکز رو دادن A و B و C رو داشتی، میتونی شکل مثلا همه مختصاتاش رو به دست بیاری. ببین مثلا اینجا مرکز به اسم O، اگه یه A فقط X هم رو ببرم جلو، ببین A پریم و O نسبت به هم Y یکسان دارن، اگه X هم رو یه دونه A واحد ببرم جلو، A پریم رو میده، یه A واحد ببرم عقب، A رو میده، ایگرگش رو یه دونه بی اضافه کنم این بالایی رو میده، یه دونه بی کم کنم پایینی رو میده.
برای افای فریم نگاه کن، ایگرگشون با او یکیه تو یه راستان، فقط یه بار یه سی رفتیم جلو، یه بار یه سی رفتیم عقب. عدد سی نه سی انگلیسی. خب یه چیزی هم داریم به اسم خروج از مرکز، با اینشونش میدن. خب خروج از مرکز با اینشون میدن میشه سی به روی آ. خروج از مرکز با اینشون میدن میشه سی به روی آ. به چه درد میخوره اصلا خروج از مرکز چیه؟ ببین این یه فاکتوریه که راجع به شکل بیزی صحبت میکنه. خروج از مثلا اگر خروج از مرکز ما یک باشه، شکلمون تقریبا دیگه دایره است. تقریبا که دیگه دایره است. خب ولی خب اصلا بحث کتاب نیست، زیاد ذهنتون رو درگیرش نکنید. راجع به این قسمت اصلا سوال خاصی هم نیومده. این فعلا یه کوچولو از این قسمت گفتم، حالا الان تو درسنامه خودش میبینیم. ببین من اینجا براتون همه نکات اضافی رو توضیح میدم. ببین همه رو من روی این شکل مشخص کردم. مثلا اینجا ببین یه سی رفته جلو یه سی رفته عقب، این اندازه رو بهش میگن آ، این اندازه رو بهش میگن بی. الان هم چیزی که کشیدم یه دونه بیزیه. چیه بچه ها؟ افقیه. حالا اگه بیزی من به فرم قائم باشه که اصلا این قضیه مقدار فرم کنه، ولی چیزی که معلومه اون قطر بزرگ میشه دو آ، قطر کوچیک میشه دو بی. حالا تو هر دو حالتش داریم. آقای شعبان‌علی هم بعدن اینا رو میگن. بعد تو بیزی نیا که این نکته رو نوشتم، آ دو شده بی دو به اضافه سی دو. یه چیز دیگه نوشتم، اگر قطر بزرگ بیزی افقی باشد بیزی رو میگن افقی، اگه قطر کوچیک بیزی عمود، اگه قطر بزرگش عمودی باشه بهش میگن بیزی قائم. خروج از مرکز بیزی چجوری به دست میاد؟ این میشه سی به روی آ. اینها اینجا نوشتم. یه فرمول دیگه هم داره، رادیکال یک منهای بی دو به روی آ دو. منتها همون سی به روی آ کارمون رو را میندازه، نیازی نیست دومی رو حفظ کنید زیاد، اما اولی کارمون رو را میندازه. خب نگاه کنم، مثلا یه مثال اینجا گذاشتم، این مثال رو بررسی کنیم، بعد دیگه آقای شعبان‌علی شروع کنه برامون تمرین‌ها شرح کنه. زیاد از بیزی تو کتاب تمرینی نداریم. خب میگه طول قطره بزرگ و کوچیک یک بیزی قائم، یعنی بیزی این وریه 6 و 4. آقا قطره بزرگ و کوچیکش یعنی دو آ و دو بی. خب ببین دو آ رو داده 6، دو بی رو داده 4. خب من از اینجا آ بی به دست میاد دیگه، آ میشه 3، بی میشه 2. خیلی راحت میتونم سیرم حساب کنم. چرا؟ فیثاغورس خوندیم، آ دو مساوی است با بی دو به اضافه سی دو. نگاه کن، آ دو میشه بی دو به اضافه سی دو، سی به دست میاد، سیش میشه رادیکال 5. حالا اگه بگم بیزی رو بکش، خروج از مرکزش رو حساب کن، خیلی کار خاصی نیست. مرکزمون 4 و 5 مگه نیست؟ این مرکز من 4 و 5. خب آقا نگاه کنید، این شکل کلی بیزی منه. آقا مگه بی من مثلا 2 نیست؟ من اگه نگاه کنم بیو بپیریم با او تو یه راست من، فقط ایکساشون عوض شده. او مرکزش 4 و 5 بوده، دوتا رفتم عقب دوتا اومدم این بر. نگاه کنم مرکزم خود سوال داده، ایکس هم 4 بوده، دوتا بریم عقب میشه 2، دوتا بریم جلو میشه 6. یا مثلا میخوام او آپیریم رو پیدا کنم، اینا با این تو یه راست هم باز. اگه دقت کنی این سری ایکساشون ثابته، اینجوریه، فقط ایگرگاش بالا پای میشه. خب آ تا بریم بالا آ پریمو میده، سی تا بریم بالا اف پریمو میده. نگاه کن 5 به اضافه رادیکال 5 4 و 8. چرا؟ چون آمون 3 بود اینجا 5 بوده، 3 و 5 میشه 8. میفهمید چی میگم؟ نگاه کن قشنگ یه آ واحد اضافه کردیم، اینجا هم یه سی واحد اضافه کردیم. خب اینجا هم دقیقا مثبت سی شده. به همین صورت پایین هم یه آ واحد کم کردیم، یه دونه هم سی واحد کم کردیم. خروج از مرکز هم که سیام بود دیگه، میشه رادیکال 5 به روی 3. خب این از درسنامه این قسمت، واقعا چیز خاصی نداشت. به نظر من اگه بخوان توی امتحان ترمتون هم سوال بدن، غالبا حالا بیشتر کتاب روی این قضیه بحث کرده که یه شکل رو بکشید. آقا شعبان‌علی خدمت شما. خب بریم جلوتر. بچه‌ها سوال به من چی میگی؟ گفته به هم در یک بیزی به کانون‌های F و F فریم مجموعه فواصل نقطه M از کانون‌ها برابر 26ه. منو نگاه کن. اول من باید تشخیص بدم آقا بیزی من افقیه یا قائمه. نگاه کن ببین ایکساش برابرن یا ایگرگاش. آقا چی برابره؟ ایگرگا برابره. یعنی بچه ها هم ارتفاعن. ببین فقط تو محور ایکس ها انگار جا به جا دارن میشن، پس قطعاً بیزی من یه بیزی افقی. نگاه کن من یه بیزی افقی برات میکشم، اینجا F، این هم F فریم، اینجا رو میذارم منفی 6 و 2، اینجا رو میذارم چی؟ 4 و 2. درسته؟
من میخوام همه چیو اینجا برات به دست بیارم. حواست به من. بچه ها فاصله ی F و F فری میشد چی؟ میشد دو C. پس همینجا اولین کاری که میکنم فاصله ی این دوتا نقطه است. وقتی ایگرگاشون برابره یعنی فاصله شون همون فاصله X است. از منفی 6 تا مثبت 4 رفتم. پس قطعا 10 واحدم. از اینجا C برابر میشه با 5. چیزی که میدونستیم. من میخوام برات همه رو به دست بیارم. یه مثال ببینیم همه رو توش تمرین بکنیم. مرکز رو میخواییم به دست بیاریم. خب مگه مرکز وسط F و F ریم نیست؟ یه بار ایکساشو جمع میکنم تقسیم بر دو، یه بارم ایگرگاشو جمع میکنم تقسیم بر دو. یعنی مختصات مرکز من منفی 6 به علاوه 4 یعنی منفی 2 تقسیم بر دو میشه منفی 1. ایگرگاش هم دقیقا 2 دیگه، هم ارتفاع. این از این. حالا به من گفته مجموع فواصل نقطه M از کانون ها میشه 26. بچه ها یاد گرفتیم M وقتی روی بیزی من قرار داره مجموع این فواصل یه مقدار ثابت دعا بود. پس سوال داره به من میگه آقا دعا یا قطر بزرگ شما 26ه؟ از اینجا آمون میشه 13. درست؟ حالا ما یه رابطه داشتیم به اسم فیثاغورس یا آدو برابر میشه با بی دو به علاوه سی دو. من اینو بنویسم آدو بی دو به علاوه سی دو. بچه عزیز آه من چنده؟ 13. میگم 13 به توان دو میشه بی دو به علاوه 5 به توان دو. 5 و 12 و 13 دقیقا اعداد فیثاغورسی هن. اگر نمیدونی 13 به توان دو 169، 25 تا ازش کم بشه میشه 144. جذرشو بگیریم از اینجا بیمون میشه 12. درسته؟ گفته اندازه یه قطر کوچک. بی نیستا، قطر کوچک یعنی دو بی. پس میشه چقدر؟ میشه 24. حواست باشه بی رو فقط به دست نیاری. قطر کوچک یعنی دوتا بی. حالا بچه ها میخواییم چون یه خورده با هم دیگه تمرین بکنیم. ببین اگر مثلا سوال به من بگه آقا مختصات کانون هاشو به دست بیار یا مختصات روس ناکانونیشو به دست بیار یا همون قطر کوچیکشو به دست بیار، ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا اگر من بخوام مثلا اینجا رو به دست بیارم، این آ رو به دست بیارم، اینجوری میشه. بذار با یه رنگ دیگه برات بنویسم، قاطی نکن. آمون بوده 13، یعنی از این نقطه 13 تا باید برم جلو. 13 تا یعنی باید به x هم اضافه بشه، یعنی این مختصاتش میشه 12 و 2. این نقطه چی میشه؟ 13 تا میام عقب، با منفی 1 میشه منفی 14 و 2. حالا اگر بخوام مختصات بی و بی پریم رو به دست بیارم، این بی من برابر بوده با 12، اینجا 12 تا میرم بالا، یعنی به ایگرگم 12 تا اضافه میشه، یعنی منفی 1 و 14. این پایینم میشه منفی 1 و 12 تا کم بشه میشه منفی 10. همشو دیگه به دست آوردیم، هر چی میخواد رو به دست آوردیم. این از این تمرین. بریم جلوتر ببینیم سوال چی میگه. تمرین شماره 6 به من گفته خروج از مرکزیت یک بیزی افقی 4/5، یعنی ای من برابر میشه با 4/5. گفته نقطه مرکزش یعنی او منفی 4 و منفی 1. اگر طول قطر کوچکمون 6 واحد باشه یعنی دو بیمون 6 باشه یعنی بیمون 3، مختصات کانونهای بیزی کدام است؟ بچه ها خب من باید آ و سی رو هم داشته باشم، یا بهتر بگم آ رو داشته باشیم. آقای خروج از مرکزیت میشد سی آم. آقای خروج از مرکزیت یه رابطه دیگه داشت برات نوشته بودیم، میشد یک منهای بی دو به روی آ دو. درسته؟ دارایی من چون اینجا بیه، من از این فرمول استفاده میکنم. میگم چی؟ میگم آقا رادیکال یک منهای سه به توان دو تقسیم بر آ دو برابر میشه با 4/5. کافی دو طرف رو به توان دو برسونم، یک منهای 9 به روی یه چیزی شده چقدر؟ شده 16/25. درسته؟ که از اینجا این معادله رو حلش بکنید، بچه ها از اینجا بخوایم این معادله رو حلش بکنیم، 9 به روی آدو اون برم میشه 9 به روی 25. از اینجا قطعا آه من برابر 5. خب آمونم شده 5، پس من خیلی راحت میتونم سی رو هم به دست بیارم. ببین اینجا آمون 5،
بیمون 3، میدونیم آدو میشه B2 به علاوه C2، سیمونم میشه عدد 4، عدد فیثاغورسیان 3 و 4 و 5. حالا سی رو از من نمیخواست، من همه رو دارم برات به دست میارم که دیگه تو این دوتا تمرینی که داریم با هم دیگه انجام میدیم همه رو بررسی کرده باشیم. به من میگه مختصات کانون ها، مرکز رو نگاه کن، مرکزش منفی 4 و منفی 1. کانون ها رو من میخوام برات مشخص کنم، یعنی این دوتا نقطه، اینجا آ، اینم آپریم. بچه ها من نگاه کن، آ من بوده 5، یعنی اینجا 5 تا رفتم جلو، 5 تا اومدم جلو، یعنی به x هم 5 تا اضافه میشه، میشه مثبت 1 و 1. اینجا رو 5 تا اومدم عقب، یعنی آپریم من میشه منفی 9 و منفی 1. اینم از این. حالا قطر کوچیکم بخواد بیمون 3، یعنی 3 تا ایگرگشو میریم بالا، 3 تا ایگرگشو میام پایین، سیمونم که 4ه، 4 تا میرم راست، 4 تا میام چپ. همه رو دیگه البته مختصات کانون ها رو میخواد، یعنی سی و اف و اف بریم. بچه ها اینجا رو نگاه کن، اینا رو هم برات به دست بیارم. سی من بوده 4، پس من 4 تا بعد برم به سمت راست، میشم 0 و منفی 1، اینم 4 تا میام عقب، یعنی منفی 8 و منفی 1. اوکیه؟ اینم از این سوال. فکر میکنم رسیدیم به درسنامه دایره و آقای رشید. خدمت شما. ممنونم، مرسی. خب بچه ها قسمت بعدی میخوایم راجع به دایره بخونیم. دایره تقریبا وقتاییه که از بقیه بیشتر حالا توی کتاب راجبش بحث شده، سوالای بیشتری داره، خلاقیت بیشتری داره، توی کنکورا هم قدیم خیلی بیشتر از این قسمت سوال میومد. دایره دو تا فرم داره. خوب نگاه کنید فرمای دایره رو نگاه کنید. حالا باز به روال سابق من این پایین یه ذره فضای خالی برام مونده، اینجا اول میگم. دایره یه فرم داره به اسم فرم استاندارد، یه فرم داره به اسم فرم گسترده. نگاه کنید اینجا رو، فرض کنید من یه دایره دارم به مرکز آلفا و بتا و شعاع آر. به میگن معادله این دایره رو بنویس. خب معادله دایره اینجوری به دست میاد بچه ها، میگیم x منهای آلفا به توان 2 به اضافه y منهای بتا به توان 2 مساوی است با آر 2. این بهش میگن فرم استاندارد دایره. مثلا بهت میگن مرکزمون هست 1 و 2، شعاعمون هست 5. میگن آقا اینو واسه همون بنویس. من کاری که انجام میدم اینجوری مینویسم، میگم x منهای 1 به توان 2، y منهای 2 به توان 2 شده 5 به توان 2. کتاب تو اینهای تمرینه خیلی خیلی خوب و جالبی هم گذاشته و مثلا میگه آقا این با فلان خط برخورد داره یا نه. خب مثلا همین دایره اینو میگه آقا بکش، بعد تو بگو با خط مثلا ایگرگ مساوی منفی 1 برخورد داره یا نه. خب من کاری که انجام میدم نگاه کن، میایید شکلش رو میکشید دیگه، آسون ترین کار، مثلا 1 و 2، این 1 این 2، شعاعمون هم که داشتیم 5. خب ببین من از 2 مثلا 5 تا برم بالا، اینجا مثلا میشه 7، 5 تا بیام پایین مثلا اینجا میشه منفی 3. ذره شکلم زشت میشه ولی اینجوری میشه. بعد مثلا بهت میگن این با ایگرگ مساوی منفی 1 برخورد داره یا نه، یا مثلا چند تا برخورد داره. خب این خط ایگرگ مساوی منفی 1 میبینی دو تا برخورد داره، یا مثلا خطمون رو اینجوری نمیدم، پارامتری میدم مثلا ایگرگ مساوی 2x به اضافه 3. شما یه راه هم دارید برای پیدا کردنش که حالا همینجوری بهتون میگمش، فقط توی این درسنامه تایپ نشده. میتونید فاصله مرکز، ببین فاصله مرکز دایره تا خط رو به دست بیارید که فرمولش همین بود، ax صفر به اضافه by صفر به اضافه c بر روی رادیکال a2 به اضافه b2، که خطمون مثلا اینه، ax به اضافه by به اضافه c مساوی صفر، مرکزمون هم مثلا x صفر و y صفر. این فاصله رو به دست بیارید ببینید چقدر. شعاع دایره هم که دارید، حالا نگاه کنید ببین اینا نسبت به هم چگونه. مثلا خب الان نگاه کن، مثلا این فاصله این از اینجا تا اینجا 3 واحده ولی شعاع 5ه. اگه فاصله از شعاع کمتر باشه دوتا برخورد داره، فاصله با شعاع برابر باشه 1 برخورد داره، که خیلی وقتا اینو سوال میتونم بدن. اگه فاصله از شعاع بیشتر باشه آقا میفته بیرون دایره، پس حواستون به این نکته هم باشه. حالا این فرم استاندارد دایره، ولی چیزی که حالا یه مقدار سخت‌تره فرم گسترده دایره است. یعنی آقا همون فرمول قبلی رو بازش کنن.
خب فرم گسترده دایره رو من اینجا براتون نوشتم. x2 به اضافه y2 به اضافه ax به اضافه by به اضافه c مساوی 0. به این میگن فرم گسترده دایره. پس اگه گفتم فرم گسترده دایره چیست؟ میگه x2 به اضافه y2 به اضافه ax به اضافه by به اضافه c مساوی 0. مرکزش میگن چجوری به دست میاد؟ میگی منفی a دوم منفی b دوم. یعنی تو بعد از اون فرم گسترده مرکز رو بگی سری. منفی a دوم منفی b دوم. نگاه ضریب x رو نصف کن قرینه کن، ضریب y رو نصف کن قرینه کن. راه دیگه ای هم داره. یه بار نسبت به x مشتق بگیریم مساوی 0 بذاریم xش به دست بیاد. یه بار نسبت به y مشتق بگیریم مساوی 0 بذاریم y‌اش به دست بیاد. اونجوری هم میشه. حالا خودمون رو اذیت می‌کنیم. خودمون رو اذیت می‌کنیم با اون کار و ممکنه امتحان نهایی قبولش نکنن. بهتره شما از فرمول اصلی استفاده کنید. و شعاعش چجوری به دست میاد؟ یک دوم رادیکال آ دو به دو منهای چهار سی. پس شعاع چی میشه؟ یک دوم رادیکال آ دو به دو منهای چهار سی. حواسمون باشه شعاع حتما باید مثبت باشه. مثلا اگه آ دو به اضافه بی دو منهای چهار سی منفی شد این دایره موجود نیست. اگه صفر شد دایره به شعاع سی نقطه است. مثلا حتما باید چی باشه؟ مثبت. تو فرم گسترده چند تا چیز خیلی مهمه. اول از همه آقا ضریب x2 y2 باید یک باشه، یا اینجوری بگم برابر باشه. مثلا اگه جفتش 5 و 5 بود اشکال نداره، همه عبارت رو به 5 تقسیم میکنیم جفتش میشه یک، بعد تازه شروع میکنیم حل کردن. ولی اگه یکیش 2 بود یکیش 3 بود مثلا دیگه دایره نمیشه. مقاطع مخروطی دیگه است که اصلا خارج از بحثمونه. خب اینو حواستون بهش باشه. نگاه کن نقطه‌ش هم اینجا نوشتم. شرط تشکیل دایره چیه؟ اولا ضرایب x2 و y2 برابر باشد که بعد حالا تقسیمش کنیم بشه یک. دوما a2 و b2 منهای 4 c بزرگتر از صفر باشه. خب این از این. یه نکته برای تشخیص وضع نسبی خط و دایره نسبت به هم، نگاه کن فاصله مرکز دایره تا خط را حساب میکنیم. فاصله مرکز دایره تا خط که فرمولش هم گفتم. اگر از شعاع دایره بیشتر بود با هم برخورد ندارند. اگر با شعاع برابر بود خط بر دایره مماس است یا در اصطلاح یه برخورد داره. اگر شعاع اگر از شعاع دایره کوچیک‌تر بود خط و دایره دوتا برخورد داره. میبینید دیگه مثلا خط و دایره نسبت به هم، یه دایره خط یا بیرونشه یا یه برخورد داره که اولا فاصله مرکز تا این. ببین از شعاعش اینجا فاصله بیشتره، اینجا برابره، اینجا کمتره. خب اینم از این. حالا وضع نسبی دو دایره نسبت به هم. آقا این سری میگن دو تا دایره نسبت به هم چه وضعی دارن؟ بارها سوال کنکور سراسری شده وضع دو دایره نسبت به هم دیگه چگونه است. خب برای اینکه وضع دو دایره رو نسبت به هم ببینید شما خواهشاً همه این مراحل رو دونه به دونه انجام بدید. نگاه کن اینجا رو نگاه کن. میایم مرکز دو دایره و شعاعشون یعنی آر و آر پی رو به دست میاریم. معمولا هم فرما گسترده است. پس شما مرکزاشون و شعاعهاشون رو به دست میاریم برای هر دو دایره. بعدش فاصله او او پریم یعنی فاصله دو تا مرکز، آر آر پریم جمع شعاعها و آر منهای آر پریم اختلاف شعاعها رو مقایسه میکنیم. از روی جدول میگیم وضعشون چیه. برای اینکه این جدول راحت یاد بگیری نگاه کن. این مثل تقسیم سلولی میمونه. حالا چون شما رشته هاتون تجربیه خب تقسیم سلولی بلدید. بچه اینجا نگاه کن از پایین به بالا نگاه کن. آقا یعنی یکیشون داخل اون یکی قرار گرفته که چه اتفاقی افتاده؟ او پریم یعنی فاصله دو مرکز از اختلاف شعاعها کمتره، بهش میگن متداخل. بعد یه ذره اومده بیرون، ببین داره از این خارج میشه، یه ذره اومده بیرون، اون موقع او آپریم فاصله شعاعها شده اختلافشون، اختلاف شعاعها شده فاصله دو مرکز، ببخشید بهش میگن مماس داخل. یه ذره دیگه اومده بیرون، حالا فاصله دو مرکز از جمعشون کمتر از اختلاف بیشتر، به هی داره زیاد میشه. از اختلاف کمتر بود با اختلاف برابر شد، از اختلاف بیشتر شد، حالا میره سراغ جمعه. اول از جمع کمتره که میگیم متقاطعن، بعد با جمعه برابره که اینجوری میشه، نگاه کن شکل دیگه کامل اومد بیرون، بعدم دیگه کامل جدا میشن، از جمع هم میزنه بالا. پس تو اینجوری حفظ کن.
بگو اول از جمع کمتر، اول از اختلاف کمتریم، از پایین به بالا دارم میگم، از اختلاف کمتریم، بعد با اختلاف برابریم، بعد از اختلاف بیشتریم، از جمع شروع میکنه همین مرحله، از جمع کمتر، با جمع برابر، از جمعشون هم بیشتر. با توجه به اینا میتونیم تصمیم بگیریم. پس او پریم فاصله دو مرکز رو میخوایم، آر به اضافه آر پریم رو میخوایم، آر منهای آر پریم یا اختلاف شعاع‌ها رو میخوایم. اسماش هم نوشتم، متخارج، مماس خارج، متقاطع، مماس داخل، متداخل. یه مثال هم گذاشتم، اینا حل کنم و آقای شعبان علی تمرین این قسمت رو بعدش برامون حل میکنن و این بخش تموم میشه. خب دیگه کلا یه بخش بچه ها احتمال هم دارید که احتمال دوازدهم هم چیز خاصی نداره، یعنی شاید بگم مثلا یه فیلم خیلی کوتاه باشه. میگه دو دایره به معادله فلان و فلان نسبت به هم چگونه. نگاه کن دونه دونه. آقا فرم گسترده است، فرم گسترده است، درسته؟ این منهای 8 رو آوردیم این بر مساوی 0 شده. خب اگه نگاه کنیم فرمول مرکز و شعاع چی بود، ما بخوایم مرکز رو پیدا کنیم، منفی آ دوم منفی بی دوم، آمو منفی 2، منفی منفی 2 دوم که میشه 1، منفی اینم که میشه منفی 3، منفی 6 دوم میشه منفی 3، شعاعش هم میشه 1 دوم رادیکال آ دو بی دو منهای 4 سی. اینقدر بگو تا حفظ بشی. آ دو بی دو منهای 4 سی که میشه 3 رادیکال 2. برای پایینی هم همین کارو میکنیم، مرکز منفی آ دوم که میشه منفی 4 و منفی بی دوم خب که اینجاست میشه 2. ببین مرکزش به دست اومد، شعاعش هم میذاریم تو فرمول 1 دوم رادیکال آ دو بی دو منهای 4 سی میشه 2 رادیکال 2. قطعا شعاع مثبته دیگه، اینجا منفی نیست. حالا من کاری که انجام دادم، ببین دقیقاً او پریمو به دست آوردم شده 5 رادیکال 2. همینجا سریع میگم 5 رادیکال 2 میشه. فاصله دو نقطه رو بلدید دیگه بچه ها، دو تا مرکز داشته باشیم، ببین مثلا این یه مرکز این یه مرکز، مثلا فرض کن دو تا نقطه هستن، یکیش x1 و y1، یکیش x2 و y2. فاصله دو نقطه رو تو سال 11 هم خوندیم. حالا اگه مثلا با دی نشونش بدیم اینجوری میشه، رادیکال x2 منهای x1 به توان 2، y2 منهای y1 به توان 2. x تا رو اصلا کم میکنیم به توان 2، y گار هم اصلا کم میکنیم به توان 2. الانم x تاش رو اصلا کم کرده، نگاه کن، به توان 2، y گاش هم کم کرده به توان 2. این x تاشه، این y گاشه، حالا جابجا نوشتیم شده 5 رادیکال 2. یهو نگاه میکنم این دقیقاً میشه جمع دو تا شعاع، یعنی دو رادیکال 2 با 3 رادیکال 2 دقیقاً جمعش میشه 5 رادیکال 2. پس با جمعشون برابره. تو اون حالتا اگه بخوایم بگیم، ببین 5 حالت بود، از اختلاف کمتر، با اختلاف برابر، از اختلاف بیشتر، از جمع کمتر، بعدیش با جمعشون برابر. در اصطلاح میگفتیم مماس خارج، نگاه کن دقیقاً با جمعشون برابر شده. از پایین حالت 4 مماس خارج، نگاه با جمعشون برابر شده. اگه از جمع بیشتر میشد میگفتیم متخارج، یعنی خارج از هم. این تیپ خیلی مهمه، بازم سوال گذاشتیم تو کتابتونم تمرین داره، خواهشا اینا رو خوب یاد بگیرید. خب آقای شعبان‌علی برامون باقی تمرینا رو حل کنن و دیگه کم کم فصل تموم میشه. ممنونم، خواهش می‌کنم. بچه‌ها بریم هم دیگه سراغ تمرین شماره 7. به من گفته به ازای کدام مجموعه مقادیر آ منحنی به معادله این یه دونه دایره است. شرط این که ما دایره داشته باشیم ضریب x2 و y2 اول باید با هم برابر باشن، بعد تبدیل بشن به 1. پس من چی میگم؟ ضریب x2 ما برابره 2، ضریب y2 مون میشه a2 منهای 7. اینجا رو ببین، میگم این دوتا باید با هم برابر بشن، a2 منهای 7 با 2 برابر، از اینجا a2 برابر 9، یعنی a میشه مثبت و منفی 3. نه یه خوشحال و خندون بگی خب a مثبت و منفی 3، بعد چک کنیم. آقا چی رو چک کنیم؟ مگه معادله من گسترده نیست؟ مگه فرمول شعاع من 1 دوم رادیکال یه چیزی نیست؟ حواسمون باشه زیر رادیکال صفر یا منفی نشه. اینجا رو ببین، من یک بار باید به جای همه ی آ 3 بذارم، یه بارم منفی 3. اگر 3 بذارم میگم 2x2 به علاوه 2y2 اینجا به علاوه 4 تا y به علاوه 3. اول ضریب x2 و y2 باید 1 بشه، پس همه رو تقسیم میکنم به 2، میگم x2 به علاوه y2 به علاوه 2y به علاوه 3 دوم میشه 0. درسته؟ بریم اینجا میگم شعاع رو من اگر بخوام تو این حالت حساب بکنم 1 دوم رادیکال، بچه ها آ
ضریب x x ندارم، یعنی حتما ضریبش صفر بوده که x نداریم، پس صفر بتوانه دو. به علاوه بیمون 2 یعنی 2 بتوانه دو. منهای 4 تا 3 یعنی منهای 4 تا 3 دوم. یه لحظه اینجا رو ببین، زیر رادیکال رو یه لحظه دقت کن چه اتفاقی میفته. 2 بتوانه 2 میشه 4، منهای 4 تا 3 دوم 4 تا 1 کنیم میشه 6، 4 منهای 6 زیر رادیکال منفی شده. یعنی بچه ها این آقای 3 قابل قبول نیست. بریم حالا سراغ منفی 3، اونم باید چک بکنیم. اگر به جای همه ی آها این دفعه منفی 3 بذارم، بازم میگم 2x2 به علاوه 2y2 به علاوه 4y منهای 3. یه چیزی بهت بگم، وقتی سی منفیه یعنی قطعا دایره من اوکیه. الان بهت میگم چرا. من اول اینا رو تقسیم میکنم بر 2، میگم x2 به علاوه y2 به علاوه 2y منهای 3 دو. بچه ها فرمول ما چیه؟ فرمول ما این بود، فرمول شعاعمون، 1/2 رادیکال A2 به علاوه B2 منهای 4C. ببین A2 و B2 که مثبتن، اگر این C هم منفی داشته باشه تو این منفی پشت ضرب میشه، قطعا میشه مثبت، مثلا بدون فکر. ولی حالا ما چون تمرین کتاب درسی مینویسیم، میگیم آقا 1/2 رادیکال 0 به توان 2، 2 به توان 2 منهای 4 تا منفی 3/2 یعنی 4 به علاوه 6 این دفعه یعنی میشه 10، همش هم اوکیه. پس آمون باید حتما منفی 3 باشه. بریم جلوتر. گفته نقطه آ و دو آ مرکز یه دایره یه که از این دوتا نقطه میگذره، یعنی این دوتا نقطه روی دایره من قرار میگیرن. بچه ها من برات یه دایره میخوام بکشم، اینجا رو ببین، مرکزش گفته آ و دو آ. حالا دوتا نقطه هم بهم داده، من اینجا رو مثلا میذارم نقطه آ منفی 1 و 4، اینجا رو میذارم بی مثلا 2 1، درسته؟ شعاع دایره رو میخواد. تنها چیزی که من میدونم اینه، تعریف دایره چی بود بچه ها؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله شون از یه نقطه ثابت یعنی مرکز دایره به یه اندازه است. پس قطعا فاصله نقطه B تا O و فاصله نقطه A تا O جفتشون شعاع میگن و جفتشون هم با هم برابرن. پس من میخوام فاصله اینا رو مساوی همدیگه بذارم. فاصله نقطه A تا O میگم رادیکال x2 منهای x1 به توان 2، یعنی A منهای منهای 1 میشه A به علاوه 1 به توان 2. به علاوه اینجا 2A منهای 4 به توان 2. این برم بچه ها یه بارم فاصله نقطه O تا B رو میخوام به دست بیارم، میگم رادیکال اینجا رو ببین، A منهای 2 به توان 2 به علاوه 2A منهای 1 به توان 2. از این رابطه من میخوام A رو به دست بیارم، کافیه دو طرف رو به توان 2 برسونم، رادیکالا بپره. اینجا رو ببین، وقتی رادیکالا میپره هر کدوم از این پرانتزا رو میخوام به توان 2 برسونم، اتحاد مربع، میگم اولی به توان 2، دو برابر اولی در دومی، دومی به توان 2. این بر اولی به توان 2 4 تا آ 2 منهای 16 تا آ به علاوه 16، درسته؟ بعدی این بر بچه ها آ منهای 2 به توان 2، آ 2 منهای 4 آ به علاوه 4 به علاوه اینجا بازم 4 تا آ 2 منهای 4 تا آ به علاوه 1. بریم سراغ ساده سازیمون. ساده سازی رو ببین، آ 2 با آ 2، 4 تا آ 2 با 4، ببین مثل هم دارم خط میزنم قشنگ درکش بکنی. یه دو آ دارم با منفی 16 آ میشه منفی 14 تا آ، 1 با 16 میشه 17. این برم یه منفی 4 آ با منفی 4 آ میشه منفی 8 آ، 1 با 4 هم میشه چی؟ میشه 5. بچه ها اینو بیارم این بر میشه منفی 6 آ، 17 بر اون بر میشه منفی 12، چون اون بر یه مثبت 5 داریم. یعنی از اینجا آمون برابر میشه با چند؟ آمون برابر میشه با مثبت 2. سوال از من آ نخواسته، گفته شعاع چی میشه؟ هر کدوم از این رادیکالا بیانگر شعاع بودن، آ رو تو یه دونه از اینا جایگذاری کن. مثلا من تو اون دومیه جایگذاریش میکنم، میگم شعاع من برابر میشه با رادیکال 2 منهای 2 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 2 منهای 1 به توان 2. این که صفر.
چهار منهایی که هم میشه سه بتواند و جذرش میشه خود سه. یعنی بچه ها شعاع من میشه سه. اوکیه؟ این از این سوال. بریم جلوتر. بریم با هم دیگه جلوتر. ببینیم چی داریم. سوال بعدی رو نگاه کن. تمرین شماره 9. گفته شعاع دایره که از سه نقطه با مختصات این میگذرد کدام است؟ بچه ها من قراره اینجا معادله گسترده دایره رو برات بنویسم. معادله گسترده دایره A2 X2 به علاوه Y2 به علاوه AX به علاوه BY به علاوه C مساوی 0. هدف اینه که A, B و C رو پیدا بکنیم. روش تشریحی ما اینه که وقتی بهمون سه تا نقطه میدن تو معادله گسترده دایره سه تا نقطه رو جایگذاری بکنم، مجهولای مسئله یعنی A و B و C رو پیدا بکنم. حالا جلوتر یه نکته تستی هم بهت میگم. اینجا رو ببین. فرم ما چیه؟ x2 به علاوه y2 به علاوه ax به علاوه by به علاوه c مساوی 0. من سه تا نقطه دارم میخوام جایگذاری بکنم، صدقش بدم توی این معادله. نقطه اول من 0 و 0. بچه‌ها من اگر اینو صدق بدم، ببین یعنی به جای x 0 به جای y هم 0 میذارم، میگم 0 به علاوه صفر به علاوه صفر به علاوه صفر به علاوه سی مساوی صفر. خب از اینجا سیمون شد صفر. خیلی خوب شد، یه مجهولمون خیلی راحت به دست اومد. یه بار نقطه دو یکو میذارم بچه، یعنی به جای ایکس هم میذارم دو، به جای ایگرگ هم میذارم یک. ایکس به توان دو میشه چهار، به علاوه ایگرگ به توان دو میشه یک، به علاوه دو ایکس، به علاوه یه دونه دوتا آ اسخای میکنم، به جای ایکسش میخوام دو بذارم، میگم دو ضرب در آ میشه دو آ، بی ضرب در یک میشه یه دونه بی، سیمونم که صفره دیگه ننویسم دیگه، زایست دیگه، دوازدهمی مساوی صفر. از اینجا بچه ها معادلهی که دارم اینه، دو آ به علاوه بی مون چهار و یک میشه پنج، بره اون بر میشه منفی پنج. درست میگم؟ بریم بعدی. نقطه بعدی من منفی چهار و دوه. اینو اگر صدقش بدم، به جای ایکسش میذارم منفی دو میشه چهار، به جای ایگرگش میذارم چهار به توان دو میرسه میشه شونزده، آزب در منفی دو میشه منهای دو به علاوه چهار تا بی مساوی صفره. حالا اینم خوشگلتر بخوام برات بنویسم، میشه منفی دو به علاوه چهار بی مساوی میشه با منفی بیست. ببین چهار و شونزده شدن بیست، میره اون بر میشه منفی بیست. قبوله؟ حالا از اینجا کافیه یه دستگاه دو معادله دو مجهول تشکیل بدم، آ و بی رو به دست بیارم. دستگاه هم خدا رو شکر راحته، اذیت کن نیست. دو اینا رو با هم دیگه جمع کنم، دو آ با منفی دو آ میره بی با چهار بی میشه پنج بی. اینجا منفی پنج با منفی بیست منفی بیست و پنج، بیمون میشه چی؟ بیمون میشه منفی پنج. من اینجا منفیشم بذارم، بیمون میشه منفی پنج. درسته بچه ها؟ حالا کافیه این بیار رو تو یه دونه از این معادله ها قرار بدم. آقا تو کدوم قرار بدیم؟ فرقی نداره که دیگه، هر کدوم مثلا تو این قرار میدم. نگاه کن چی میخوام بهت بگم. میگم دوتا آ منهای پنج شده، جوابشم منهای پنج. خب اینا با هم دیگه میرن، آمون میشه چی؟ آمون میشه صفر. درسته؟ پس من معادله رو میخوام برات بنویسم. معادله دایره من میشه چی؟ x2 به علاوه y2 آمون صفره، یعنی x ندارم، سیمونم صفره، بیمون فقط شده منفی 5، یعنی منفی 5 تا y. درست میگم؟ حالا فرمولی بخوایم واسه معلم مدرسه بنویسیم، میگیم آقا رادیکال یک دوم رادیکال آمون صفره، بیمون منفی 5 به توان دو، منهای 4 تا صفر. درسته؟ خب از اینجا شعاعمونم برابر چنده؟ شعاعمونم برابر 5 میشه. چرا؟ 5 دوم. دقیقاً یه دونه یک دوم هم پشتش داری، ممنونم، یه دونه یک دوم هم پشتش داری، شعاعمون میشه 5 دوم یا 2. حالا بچا این راهیه که بعد واسه معلم مدرسه‌مون بنویسیم. یه نکته هم بهت بگم، بد نیست بدونی. میبینی چقدر راه حل زیاده؟ تازه ما اینجا شانس آوردیم، نقطه‌ای که بهمون داده 0 و 0، یعنی سیمون به راحتی به دست اومد. اگر اینو یه نقطه دیگه میداد، من بعد دستگاه سه معادله سه مجهول حل می‌کردم. حالا من یه چیز دیگه بهت بگم، بد نیست اینم یه گوشه ذهنمون داشته باشی. وقتی بهت
سه تا نقطه میدن، میگن آقا اینا روی دایره من قرار دارن، یه لحظه چک کن ببین اون سه تا نقطه تشکیل یه مثلث قائم الزاویه میده یا نمیده. اگر داد، شعاع من دقیقا میشه نصف وتر. ببین اینجا رو، من یه دستگاه مختصات بخوام برات بکشم، نقاط رو جایگذاری میکنم. نقطه اول من صفر و صفره، یعنی اینجا. نقطه بعدی من منفی دو و چهاره، یعنی اینجا. مثلا اینو میذارم آ، اینو میذارم بی، نقطه بعدی مونم دو یک، یعنی اینجا. اینجا دوه، اینم یک، اینم نقطه سی. بچه ها یه لحظه اینا رو به هم وصل کنیم ببینیم آقا مثلث قائم الزاویه میشن یا نمیشن. آقا کجا بفهمیم؟ خب تو مثلث قائم الزاویه. مگه آب نباید بر آس عمود باشه؟ فقط کافیه یه لحظه شیبا رو چک بکنیم. شیبا هم که میدونیم دلتا ایگرگ به دلتا ایکس. شیب آسه رو نگاه کن، یه دونه رفته بالا، یه دو تا رفته راست، یه دونه هم رفته بالا، یعنی یک تقسیم بر دو، درسته؟ یعنی یک دوم. این برو ببین، دو تا اومده چپ، یعنی شیبش منفی شده. حالا ایگرگش میشه چهار تقسیم بر منفی دو میشه منفی دو، یکیشون یک دوم، یکیشون منفی دو، قرینه و عکس هم دیگن. پس قطعا این دوتا بر هم عمودن. وقتی عمود باشن شعاع من راحت میشه وتر تقسیم بر دو. بچه ها وتر ما بی سیه، اندازه به سه رو باید به دست بیارم. فاصله دوتا نقطه از همه، میگم دو منهای منهای دو به توان دو، به علاوه یک منهای چهار به توان دو، چهار به توان دو، سه به توان دو، قطعا جواب پنجه. پس بازم شعاع من میشه پنج تقسیم بر دو، یا همون پنج دوم خودمون. اینم راه حل دومش. بریم جلوتر. سوال آخر، نگاه کن، گفته دو دایره داریم. من معادله ها رو یه بار بنویسم اینجا. دایره اول من x2 به علاوه y2 به علاوه 6x به علاوه 8 y مساوی 0، درسته؟ بله. دایره دومم x2 به علاوه y2 منهای 4x به علاوه 6y به علاوه 12 مساوی 0. ما گفتیم اگر بخوایم وضعیت دو تا دایره رو بگیم نیاز به سه تا پارامتر داریم. اول از همه O1 O2 یا فاصله دو تا مرکز، جمع شعاع و کم شعاع یا اختلاف شعاعها. بر اساس این سه تا پارامتر وضعیت دو تا دایره رو میتونیم نسبت به هم دیگه بیان بکنیم. پس من تو مرحله اول میرم مرکز و شعاع هر کدوم از این دایره ها رو به دست میارم توی فرم گسترده. من اینو میذارم O1. بچا تو فرم گسترده مرکزمون میشد منفی آ دوم منفی بی دوم، آ و بی هم ضریب ایکس و ایگرگ، ضریب ایکس من 6ه، پس میشه منفی 3، بعدی هم میشه منفی 4. این از این شعاعش هم میگیم 1/2 رادیکال آ دو یعنی 36 به علاوه بی دو یعنی 64 منهای 4 سی، یعنی منهای 4 تا 0، 36 و 64 میشه 100، جذرش میشه 10، یعنی 1/2 ضرب در 10 میشه چقدر؟ میشه 5. بریم سراغ دایره دوممون. بچه ها همین کار رو واسه اینم باید انجام بدم. مرکزش چی میشه؟ میگیم منفی ضریب x دوم منفی ضریب y دوم، ضریب x من منفی 4ه، منفی 4 تقسیم بر منفی 2 بشه میشه چی؟ میشه مثبت 2. بعدی هم 6 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 3. قبوله؟ بریم سراغ شعاعش. میگیم آره 2، این آره 1 بود، این آره 2. 1/2 رادیکال آمون منفی 4ه به توان 2 برسه میشه 16، بیمون 6ه به توان 2 برسه میشه 36، منهای 4 تا 30 یعنی منهای 4 تا 12 تا. قبوله؟ محاسباتو ببین اینجا 16 با 36 میشه 46 و 52، منهای 48 یعنی 4، جذر 4 هم که میشه 2، یعنی 1/2 ضرب در 2 برابر چنده؟ برابر 1، درسته؟ بریم اینجا O1 O2 رو هم من باید برات به دست بیارم. فاصله دو تا مرکزا چی میگم؟ یه بار میگم دو منهای منهای 3 به توان 2 به علاوه منهای 3 منهای منهای 4 به توان 2. بچه‌ها اینجا میشه 5 به توان 2 یعنی 25، اینم دقیقاً میشه 1 به توان 2 یعنی رادیکال 26، درسته؟ اینم رادیکال 26 منه. حالا من چی بهت میگم؟ یه خورده پایین تر نمیشه، همینجا براتون می نویسم. بچه ها پارامترها رو ببینید،
او یک او دو رادیکال 26 یعنی 5 خورده ای. الان جمع شعاها یعنی آر یک به علاوه آر دو میشه 5 با 1 یعنی 6. آر یک منهای آر دو چی میشه؟ 5 منهای 1 یعنی 4. اینم که میشه 5 خورده ای. بچه ها قبول داری اینجا من میتونم بگم او یک او دو دقیقاً بین اختلاف شعاها و مجموع شعاها قرار داره؟ اگر این رابطه بود ما میگفتیم دوتا دایره نسبت به هم متقاطعن، درسته؟ یعنی وضعیتش مثلا اینجوریه. حالا بچه ها اینم دقیقاً یه سوال کامل از وضعیت دوتا دایره نسبت به هم دیگه. خب فکر میکنم به آخر سوال رسیدیم. آیلا شاید تشکر. خب دستتون درد نکنه. خب بچه ها این فصل هم تموم شد. ما تو این فصل حالا چون یه مقدار نزدیک آخر سالیم سعی کردیم بیشتر حالا نکات اصلیش رو بهتون بگیم. حتما باز برید تمرین های کتاب، نمونه سوال های امتحان نهایی و چیزایی که هست رو کار کنید. امیدوارم امتحانتون رو خوب بدید. آقای شعبان علی اگه صحبتی هست بفرمایید. ممنونم، همین صحبت ها رو شما گفتید. حالا ایشالله فکر میکنم یه مجموعه امتحان نهایی هم براشون حتما میدیم که همه سوال ها باز براتون مرور بشه. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.